سویل اختصاوی من الان یه چیزی که میخوام بگم من همین سیچویشنی که الان هستم خب این تورنتو خیلی به من از نظر همه جوره کمک کرد من چه چه تو چهار سال نیده بودم حالا کم تولی مثلا میگیم چهار سال نیبودم تورنتو تو تورنتو طور چهار سال بودم نمیدونم کلی بچه های دیگر رو بودم تو تورنتو اومدم اینجا چند تا پادکست روز کردم از طریق تو مرسی از تو با الناز قاسمی دوشم الناز قاسمی چی میگه؟ چی؟ میگه اگه اسم بابا میرزا بود میشد میرزا هم خیلی خفنه میگم خیلی ترکوند اول شد توی یو چی بود؟ یو یه چیزی یو اف ای, ای فکر کنم آره اف یو یو یه ای من اگه دوست قبلیم بودن این سفر رو یا نمیذاشتن من بیام یا زهرم میکردن خب امه. و چیزی که از اونو عوض شده به خانومم اخلاق دختران نیست اخلاق من عوض شد امه. من به اون مقر... اولیه میگفتم که من میخوام برم تورنتو خیلی مهمه چون داریم با پوریا میدیم پوریا از من خواسته برم میخوام کمکش کنم تو پادکست هاش خودم میخوام با بچه های ریکانکتی بکنم امکان داره چیزی ازش روش در بیاد که بیایینم امکانش و گفتم مثلا گفتم من باید برم یا بلا گفتم که آره من احتمالاً آخرین ماه باید برم تورنتو و مثلا اینجوری تو این دو هفته نیستم ولی برای تولد دخترم برمیگردم و النا گفتش که اه من دارم برای تایم میشه گفتم که آره ولی اگر النا مثلا گفت نه این ماه بمون گفتم اصلا من نمیدونم چرا این حرفو میزنی نشون میده که تو نمیفهمی من دارم چیکار میکنم و اگه نمیخوام من ساپورت کنی اوکی ولی دیگه مزاحم <تص> ولی قبلا اینو نمیزدم قبلا بودم راست میگه دیگه دو هفته نیستم دو تا بچه یه مهمونی برام میندازه یه hey خودم طرف اون و خودم, خودم میگم میگم آروم کنم الان میگم نه آقا خاصی که داری باید انجام بدی چون آینده مهمه من یه گلی دارم براش کار میکنم برای اون گل من احتیاج دارم بغل خشی نشسته باشم باشه حرف بزنم تو وقتی احساسات سرکوب کنی برای اینکه مثلا طرفت ناراحت نشه یه روزی آتش میزنه بیرون یه هم مثلا گوشی میکوبی تو دیوار یه نمیدونم کلت رو میکوبی تو دیوار یه فلان و به نظر من تاکسیک ترین رابطه ها اینجور رابطه هاست که تو انقدر نتونی دیگه حرف تو بزنی نف... فهمیده که نشی که دیگه بری تو فیزیک مثلا یه چیزی تو بکوبی تو دیوار خودتو بزنی نمیدونم من کردم بشینیم منم هم کردم همه کردن خیلی کردن خب و ما همه تو زندگی درس میگیریم دیگه من اگه مثلا تجربه های قبلی از رابطه های قبلیمو نداشته نداشتم هیچ وقت تو رابطه الانم مثلا انقدر آرامش نداشتم میدونی چون من مثلا تو رابطه های قبلیم هیچ وقت آرامش نداشتم چرا چون الهازه مثلا باونجری هامون نمیدونم رد فلگ اینا همه با هم قاطی پاتی بود میدونی بعضی موقع مثلا تو اصلا سعی میکردی یکی باشی که نیستی یا یه حرفی بزنی که یو میدونی می چی بهت میگم ولی الان من واقعا هر چیزی که تو ذهنم میاد و میتونم به دوست دخترم بگم حتی میتونم مثلا بگم کونه این دختره رو کن تو خیابون یا مثلا اون برگرده خودش من میگم مثلا کونه این دختره رو نگاه کن مثلا چقدر مثلا خوشگله <تص SWE2> من قهر میزنم بعضی وقتا من میکنم یا کونه خوب میذنم بعد میگم من دارم رو میکنم کو میبینی من بگو من میگم چه امر نگاه کنم آره چون که مسخره بازیه دیگه ولی مثلا حالا مثلا دوست دختر داشتم که مثلا دختره بغلم رد شده بغلم رد شده خب مثلا رفته تو قیافه که مثلا این مثلا تو تو کرم ریختی مثلا این اومده بغلت رد شده من مثلا کعبم که مثلا یارو چرم بغلم رد شه نه میفهم چی می. واقعا می باور نکردنیه و به نظر من دوباره میتونم اشتباه باشم به نظر من رابطه رو مرد کنترل میکنه به نظر 90%. من رابطه رو به نظر من رابطه رو تو کل نمیتونی بگی یه نفر کنترل میکنه رابطه همه چیش باید دو طرفه باشه از کامیکیشنش بگیر تو ولی یه لیده بگیر باشی. نه نه یه کشور بگو دو داره اصلا کشور آخه نیست رابطه ببین من مثلا اینا آ... من, میتونم لید بکنم من میتونم بحران ها رو لید بکنم من میتونم نمیدونم چیزای سخت رو لید بکنم مثلا ت... چیزهایی چیزایی که نیاز به تجربه داره رو لید بکنم از لحاظ مثلا بیزینسی مثلا لید بکنم این رابطه رو مثلا چه میدونم اگه مثلا چی دیگه مونده که طرف لید کنم آفرین ما کارمون چیه ما کارمون چیه اینه که کش بکشیم بیرون از کفه سنگ درسته ما پس باید فوکسمونو رو بزنیم کف سنگ حالا من که نمیدونم چه ایونتی مثلا هفته دیگه فلان دیجی داره میاد یا مثلا فلان کشور رو میتونم با 1200 دلار برم آل اینکلوسیو 6 روز اشغال بکنم مم. یا نمیدونم دکتره مثلا ناخون میتونم برم مثلا واسه خودم یا مثلا چه کلم کچل شده برم مثلا چه میدونم یه کرم لیستر بخرم واسه خودم یا پوستمو برم بهتر کنم میدونی یا لباس حتی یا حتی لباس مثلا ما پسرا مثلا یه چیزی من الان خودم کمدو وا می کنم هر چی گیرم میاد میپوشم میرم ولی من... وقتی مثلا داریم میریم یه مهمونی چیزی مثلا دوست دخترم بهم میگه که مثلا به نظرم این تو نپوش این تو بپوش بعد اوایلش میرفت رو مخم میگفتم تو میخوای منو کاستومایز کنی نه بابا با من الان میگم مرسی آره نه مثلا من گفتم تو میخوای منو کاستومایز کنی مثلا منو بکن شای پسری که مثلا خودت دوست داری اینا بعد میگم نه اون داره مثلا از روی سلیقه خودم به من داره مثلا هینت میده می مثلا میگه تو که مثلا میخوای کلا بذاری کلا تو بذار ولی مثلا کلا مشکی بذار به این تیشرت کلا مثلا آبی نمیاد میدونی چی بهت میگم و چه میدونم مثلا مسائل هلفی بودن مثلا توی زندگی تو مثلا چون غذای هلفی بخوری نمیدونم چیز بکنی این, این, این چیزا رو این چیزا رو دختره لید میکنه درست میدونی تو هم میری پولو در میاری ولی نه اینکه پولو بیای دوباره همه رو پولو دراری بریزی وسط مثلا دو تایی مثلا با هم هم نه مثلا ما الان جوری مثلا که داریم میریم جلو اینه که اصلا از لحاظ مالی کسی رو اون یکی تکیه نمیکنه حالا شاید مثلا من یه جا گیر کنم دوست دخترم کمک کنه یا برعکس. برعکس, میدونی ولی قضیه اینه که کلیت قضیه اینه که تو لیدر اگه بخوای خودتو بذاری لیدر کامل رابطه رابطه به فاک میره چرا چون تو همش داری دستور میدی راست میگی اینو قبول همش داریم بلی... این کاری که من میگم رو باید بکنیم ولی مثلا لیدر میتونه یه نفر رو استخدام مثلا اگه تو لیدر یه کشتی هستی میتونی یه سرش باز استفاده کنی بگی آقا کیچن با تو ام. تو دیگه دخ... دخالت نمی تو کارمون ولی اگه ببینی کیچن هر روز داره شت میده بیرون یه روزی صدا در میاد دقیقاً بعد میای میگی آقا لطفا اگه میشه دیگه مثلا پفک نریز و ساندویچ جون داریم چاق میشیم حالا یه سوال ازت بپرسم تو خب من میدونم که من بیزنسمنی هستی کار داری و توی مثلا چیزای مختلف بالاخره یه دستی توی هر چیزی توی بیزینس باشه حالا چیزایی که مهمه داری میخوام دونم که حالا واسه مثلا این کاری که مثلا با بچه ها حرف میزنی و اینا مثلا مشاوره میدی یا مثلا صحبت میکنی یا چیز مثلا چرا چارج میکنی 200 دلار واسه چیه ببین راستش بخوای اتفاقی که افتاد من اینو درستن کردم مردم اینو درست کردن من خیلی مسیج میگفتم که دیمندش دی بالاست نه اصلا آره همی... درسته از من سوال میپرسیدن همی کاری داریم کاری داریم بعد مثلا یه روز بولم میشه خب من با تو کار تلفن تلفنم امروز چک نمیکنم ولی فردا که مثلا بولم شب تو ونکو هیچ کاری ندارم صبح تلفنم چک میکنم یه میگم یکی زده باه سوال من خیلی احتیاج کنم که دارم میشه وقت بدی بعد همون رو بهش زنگ میزنم مثلا امه. تلفن ایناشو میگیرم و با یارو حرف میزدم میگم که مثلا ببخشید پرتغال شر داره فقط میگه داره واسه خودش مثلا میگه آره من تو ایران تو مشهد نشسته میخواد مثلا نتفلیکس درست کنه بعد میگم پروگرامی بلدی میگه نه میگم خب بعد دیدم دارن وقت منو تلف میکنن و من وقتم ارزش داره به خاطر که میتونم بهت کمک کنم دو واین که من الان بیکارم من الانه که تمام بیزنس هم به من ربطی نداره کاری بکنم و یه فوکسی روی یوتیوب دارم که روزی شاید دو ساعت باشه و زمین الان وقت دارم به مردم کمک کنم به خیلی خب کاری که میکنم میام یه پولی میگیرم این پول تمیز میکنه صافیه اه. کسی که دلار نداره به من صحبت بکنه من نمیتونم بیزنس اینو کمک کنم من نمیتونم برو ناخون بزنم پول بگیر من که چه میخوام که آقا من دو تا شعبه زدم شعبه سه و رو کار دارم من دوستان یه نفر زدم من بیزنس هم داره 100 دلار در میخوام کمش یه میلیون یه دلار در میخوامش 10 میلیون من اونو میتونم توش فوزولی کنم بپرسم سیخ بزنم بیام چیکار بکنی یارو به من زنگ زد ماهی 80 دلار کش فقط میگیره کشی که میاد تو تا فقط چقدر براز که پول چقدر گفت تا گفتم بعد از پول همه میمونه گفتم هولی چه بیزنس خوبی داری بعد میخواست بره کار ای و بی و سی رو بکنه من گفتم اچ و اف و زد رو بکن بعد میگو اگه من با تو یه هفته دیرتر وقتم افتاده بود من اون کارو میکردم و خودش با, با حرف رو که گفت مثلا من فکر میکنم که میتونستم به فنا برم چه خوب شد نکردم این کارو میدونی من برای این کردم که یه فیلتر کام خیلی مسیج که میگم آقا اصلا کلا ببین یه چیزی که هست اینه که آقا تو مردم باید یه چیزی درک کنن باید بفهمن اونم اینه که الان دیگه دوران دورانی نیستش که تو بتونی وقت تو بذاری برای کمک مثلا فری خب؟ خیلی آره البته من میرم تو بیمارستان خیلیه میکنم کسی نه ما هم همه ما همه ما رو میکنیم آفنی من دارم راجع چیز دیگه حرف میزنم من دارم میگم آقا کچی بیت خیلی ازم انتظار دارن از رفیق دوران راهنماییم ازم انتظار داره تا فنم تا کسی که باش قبلا کار کردم تا همکار تا نمیدونم دوستای صمیمیم تا فلان و بیسار تا سایر اقتصادی همه هم انتظار دارن مثلا همون دیروز دید دیگه مثلا ام. من یه جا بودم همه همه می‌خواستن یه قرار با ایلاوی که اینو چون من احمق نیستم اینو می‌خوام بچه‌ها بگم خیلی مهمه ببین من دیروز قرار بود با خشایار زفت بکنم صحبت کرده بودیم با همه ست و من برام به خاطر که من با الناز زب بکنم نمیتونستم وایستم که پوریا ضبط کنه بعد یه دونه با هم ضبط کنیم بعد من ضبط کنم بعد به پوریا گفتم که پوریا اوکی من با خشی اول ضبط کنم پوریا گفت آره اوکی بعد خشی که او من خشی داستان اینجوری شده که من با تو اول ضبط کنم بعد من برم دنبال ویدیوهای بقیه شوم. بعد خشی گفتش که ببین سوه ببین اینجا میگم که تعارف به درد نمیخوره آنستی گفت سوه چون من دارم با این آدم کار میکنم میخوام خیلی پروفشنال باشم و میخوام صد درصد بذارم من اگه الان بیام با تو ویدیو بگیرم خب میخوام به تو نمیام که حرف از کار انجام بدم کارامو درست انجام میدم انرژی مغزم میره وقتی بخوام با اینم دوباره بکنم اون خود کاملم نیستم اگه اوکی بعدم بکنی نه، نه. بعد از اینکه ضبط شد منم گفتم کاملا درست میگی حرفت مکسنس میکنه من خودم ویدیو سوم همیشه بعد از ضبط میاد من دو تا ویدیو میکنم ضبط نکنم و درست میگی تموم شد نه کسی ناراحت شد حالا این اگه تعارف میکرد میاد به من نه من اصلا تعارف نمیکنم یکی از دلایلی که خیلی از من ناراحت میشه اینه که من خیلی روکم میدونی نه ناراحت این اش نه نه باید هم من کاری ندارم اصلا کسی ناراحت میشه نمیشه ببین مثلا طرف میاد میگه نظرتو میخوام بدونم خب مثلا میگم اوکی مثلا آهنگو برام میذاره مثلا دیروز مثلا حالا من میگم که اوکی اگه نظر منو میخوای این نظر من اینه حالا تو ناراحت چی خوشحال چی انرژی بگیری انرژیت بره تو اومدی... ولی تو, تو, اومدی... حالی... تو اومدی در خونه منو زدی گفتی آقا من میخوام تو نظر بگیرم خب من حالا برای چی باید بیام ایرانی بازی به تو بگم خیلی قشنگه اولیه به 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 خیلی زیبا من میام میگم آقا این اونی که تو فکر میکنی نیست اونی که من فکر میکنم هم نیست حالا مهمم توی هیچ چی نیست حالا میخوام اینو بهت بگم اصلا بحث از اینجا شروع شد حالا داشتم اینو میگفتم این داشتم میگفتم همه من, من انتظار دارن خب مثلا من وقتی من انقدر سرم شلوغ میشه بعضی موقع که واقعا به خودم اصلا نمیتونم برسم یعنی من در حدیم که فقط در حدی که مثلا از صبح بیدار میشم سری دو سر یه دوش آب سرد یه مدیتیتر ریز بعد دیگه میام بیرون شب میرم تو اتاقم و میخوابم یعنی اینجوری هم یعنی همش از صبح تا شب کار دارم خب حالا فکر کنم من بخوام بیام جواب تلفن تو رو بدم شو یک نفر 20 دقیقه یه نفر دیگه 20 دقیقه یه نفر دیگه 20 دقیقه شد یه ساعت هر سه نفر یه ساعت کلا من 5 ساعت 6 ساعت مفید دارم یعنی من کلا میتونم 15 نفر تلفنی باشون حرف بزنم من بالای 100 نفر آدم ازم انتظار دارن همین الان دلست. که من بشینم باشون حرف بزنم مثلا بهشون بگم واسه موزیک چیکار کن کار چیکار کن واسه این مسئله چیکار اون مسئله چیکار کن نمیشه اگه تو بخوای فری این کارو بکنی خب تو داری پنج ساعت تو که میتونی هر کدومش ساعتی مثلا 500 دلار در میاری رو پنج ساعت داری فری میدی میره خب چرا این کارو بکنی اشتباهه قبلا اوکی بوده؟ قبلا چرا قبلا میخواد که یه دونه تلفن تو خونه بود تلفن رو برمی داشتی الو جانم سلام خوبی و دیگه انقدر دیگه همیشه دیجیتال قبلا وقت اونقدر مهم نبود که الان هست مهم. تو الان میتونی 10 تا بیزینس دیجیتال بیاری بالا توی پنج ساعت همه رو منیج کنی وقتی به تلفن حرف آره قبلا تو یه تلفن باید حرف میزدی اگه میخواستی بیزینس رو منیج کنی باید میرفتی سوار ماشینت میشدی یا سوار تاکسی میشدی میرفتی تو ترافیک میرسیدی به یه مغازه تو اون مغازه حالا یه چیزی می‌گفتی می بعد قرار میشد یارو بهت خبر بده بعد نمیدونم همه این داستان ها میرفت توی سیستم خیلی مکانیکی که که میخوام مثلا همش یه تو باید. باید بری اونور بیای اینور یه نامه ای و یکی بگیری یه, یه برگه ای رو بری به یکی بدی فلان الان تو میری مثلا دارم بهت میگم ما تو پنج ساعت اگه من و سوال که بشینیم با هم دیگه پنج ساعت تو پنج ساعت پنج تا اپیزود در میم که هر کدوم هزار دلار به ما میده خب چرا من باید بیام وقتم رو تو این پنج ساعت بذارم با یه دوستم که مثلا حالا الان مثلا مسته میخواد راجع به یه پروژه بیزینسی حرف بزنه که فردا خودشم یادش میره چرا من باید بیام این کارو بکنم حالا نه بابا با مثلا آره. من الان دیروز تا حالا ده بار مثلا شاید میتونستم بیام راجع به بیزنس مختلف با تو حرف بزنم خب مثلا میگم سو ایده دارم بیا این کارو کنیم این کارو کنیم خیلی پول داره پول دارمون میکنه یا مثلا سهیل بیا یا مثلا پوری یا مثلا پوری یا بیا اینقدر مثلا چیز کن یا مثلا پوتی فلان کن من موقع این کارو میکنم که اول از همه میدونم تو یه چیزی داری اوپن واسه بیزنس اصلا اوپنی واسه بیزنس الان مثلا من میدونم تو داری منیج میکنی اینوستمنت تو تا مثلا حالا برگردی دوباره توی روال عادی مثلا چرا باید بیام تو رو مثلا چیز کنم یا مثلا کسی دیگه ای رو که دارم مثلا باش بیزنس میکنم و نمیام به ترکونمش هی پای تلفن هی آره آقا بیا یه کلم هست یه ایده بیزنسی دارم هستی ایده چیه ایدم و اگر پولت حاضره من ایدم بهت میدم اگه خوب بود پولو بذار اگه نبود پول برده بر. یه چیزی برای اون میز باشه که من بدونم آقا تو برای وقت من ارزش قائلی میدونی خیلی قشنگه یه چکی بیار با خودت یه چیزی هم که من جدیدن فهمیدم اینه که میگه قبلا هم گفتن تایم is مانی خب الان به نظر من عوض شده و it's فوکس یعنی focus is مانی که اینکه تو فوکس تو تو اون تایمت رو چی بذاری مهمه مثلا قبلا هم گفتم من تایم ندارم مثلا 8 ساعت تو در روز درگیرم مثلا توی فلانجا درگیرم بعد درگیرم فلانم اگه 8 ساعت تو توی این یه چیزی بهت داره 500 دلار میده ولی یک ساعت توی یه چیز دیگه به تو 1000 دلار میده چرا تو اونی چرا تو اونی پس با تو این یکی الان دنیا خیلی عجیب غریب شده من بهت قول میدم 20 سال دیگه ما سه برابر هوملس داریم چهار برابر هوملس داریم پنج برابر هوملس داریم به خاطر اینکه الان ای داره میترکونه ای خیلی زیاد بعد حالا ای آی داره آه. یه بر میره جلو تکنولوژی از یه بر دیگه داره میره جلو و این دو تا دارن میخورن به هم دیگه حالا اتفاقی که میفته دو تا بخورن به هم دیگه تکنیکلی یه انسان اختراع میشه بعد اون انسان میتونه تمام جرم آدمایی که هومله شدن رو بکشه نه خودش میتونه بره تو جنگل درخت بزنه بزره خونه بسازه اصلا تو نمیدونی یه ربات میسازی میبره به هومله برس برو اصلا به هومله هومله ولی این رو گاورمنت نمیکنه این کاری میکنه که هومله سازه بیشتر شه حالا میخوام بهت بگم یه کمپانی دقیقا نمیدونم کدوم کمپانی یه کمپانی معروف هم هستش چند وقت پیش خبرش رو خوندم که زده بود اه... هفتاد هزار تا چیزش رو داره میده بیرون هفتاد هزار آها آه از این کمپانی هاست که تلفن جواب میدن مثلا م. کاستومر سرویس و فلانه اینا یه دونه ربات ای آی گرفته مثلا فکر 120 هزار تا چیز داشته 120 هزار تا آدم داشته تلفان. خب حالا مثلا یکی توی یه جا بوده یکی توی یه جا بوده یکی توی یه جا هفتاد هزار نفر آدم رو انداخته بیرون فقط سی هزار نفر چه رزانه یه دونه کامپیوتر با یه دونه کامپیوتر خب واسه همین بهت میگم میگم ببین تو الان با فوکس تو باید بذاری روی چیزی که در آینده به تو پول, پول میده یا همین الان به تو پول میده که تو بتونی اینوست کنی مثلا چه میدونم فوکس تو نه بذاری تلفنی با عباس آقای حرف بزنی که بهش بگی چه جوری بخون الان دیگه نه آره مثلا پنج سال پیش ده سال پیش اوکی الان دیگه نه الان تو این وقت رو میتونی بذاری بری پنج تا طول جدید از ای آی یاد بگی یه چیزی بده ببینم دیروز دیدم خیلی جالب بود میگفتش که یه تکنولوژی جدید اومده که تو میری ازت دوربین می میگیری بعد حرف میزنی تو رو ای آی, ای میسازن بعد تو اونو تا آخر هیستوری دیگه میفروشی یعنی تو اونو میذاری مثلا تو من تو الان مردیم 100 ساله ولی هر روز داریم پادکست میذاریم آره میشه چون مغزمونو میاد ایای میخونه میگه این اینجوری حرف میزد این کاراکترش اینجوری بود نه بعد مردم خیلی شاکی شده بودن بعد میگفتش که وقتی که دوربین اختراع شد که میخواستن روی استیج و فیلم بگیرن که دو وقتی استیج اکتورا نیستن بتونی فیلم رو هنوز ببینی مردم با این موضوع مشکل داشتن که نمیشه مووی باید جلو لایو باشه یعنی چی بخوام بگیرم ما اصلا نمیفهمیم اون رو فقط رو میفهمیم حالا چه وقتی اصلا اکتری هیچ چیزی وجود نداره فقط اکتری که اینجا مونن بابا رو رو الان پیج. من میتونم با ای آی یه کاری کنم سهيل زنگ بزنه به ایلیا فوش خار و مادر بکشه ف... با صدای خود سهيل یا فوش خار و مادر رو بکشه به ایلیا ولی الان این کار نمیکنم کنم ولی کلا یا مثلا میتونم یه کاری کنم سهيل به مثلا 40 نفر زنگ بزنه مثلا بهشون بگه مثلا من لاتاری بردم مثلا همه باورشون میشه میدونی چی میگم س... اصلا نمیدونم اسکمه جدید می‌دونی که چیه دختر پولدارایی که باباشون پولدارا رو میرن کلون میکنن زنگ با زن بابا پول بده اونم میفرسته مثلا واسه یارو بعد میاد دختر خونه میگه چه خبر میگه پول رو زدم برای رسید میگه خودون پول آره دیدم میدونی چی میگم میگه پولا که گفتی دیگه بعد فر هر روزی که با این کاماب میکنه چه ببین اصلا میگم آدم در خیلی زیاده یعنی کسایی که میفهمن چه جوری با تکنولوژی استفاده کنی اونان که میبرن می چی دیگه اونا که از ای آی میدونن چه جوری استفاده کنن اونا که میبرن ای آی حالا الانه چهار روز دیگه چیزی میاد به نام X5 مثلا آره بعد اون 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 حالا اون AI AI. ای آی میکسر حالا با یه ای آی داشته باشی که با این X5 مثلا چیز ببینید بعد تو با بلد باشی همه این داستانا رو واسه همین خیلی به نظر من مهمه که آدم فوکس مانی اینو یادت باشه فوکس مانی تو چی فوکس تو بذاری مانی من الان بهم به میگن که چرا مثلا یوتیوب میگیری خب من در این که دارم یوتیوب میگیرم دارم تو یوتیوبم هم, هم پول در میارم هم فرنگ میکنم هم اینترتین میکنم هم, فن هم دارم میارم بالاتر همه این کارا پس فوکس من رو این باشه خیلی بهتره تا اینه که بشینم مثلا 20 تا پروژه یکی بگیرم میکس کنم میگیری چی بهت میاد پس بهتره که من بشینم پادکست فوکس رو سویچ روی. آره حالا فرد روز ممکنه من اصلا دیگه رپ فارسی کار نکنم روغن عوض کنم اصلا یهو می تعمیرگاه زدم مثلا آره ب... با ببینم رو چی میذارم پول بیشتری به من میده میدونی چی بهت میگم کلا سیستم اینه به نظر من خیلی خیال پادکست قوی بود و من فقط تو سامرایز که بخوام بکنم توی رابطه صحبت کردن و باونری مرزها رو مشخص کردن یکی از مهمترین چیزاست اگه من خودم روزی که با خانمم دوست شدم این واقعیه همون روزی که با هم دیدیم و یه خوردیم داریم مثلا امکان داره با هم دوست سو خرشیم تا یه خانومی هست به سارا که تو کالیفرنیا زندگی میکنه این دختر اگه پاشه بیاد خونه ای ما من از تو میخوام که بری تو اتاق مهمون بخوابی و سارا پیش من رو تخت میخوابه نه دیگه اینا دیگه نیستم نیست ولی بهش گفتم قبول کرد آخه چرا چون سارا اینه خواهرمه ما با هم بزرگ بچگی بعد تا با هم رو تخت میخوابیدین ما حرف میزنیم اون ناراحت میشه میگم میخوام بخوابم ولی اگه باشه شو... شو بیاد او تو وسط میخوابی این اگه میشود این اتفاق اگه من گوشه بخوابم سارا وسط میخوابه یعنی خانومت اونور میخوابه سارا وسط من میخوام پیش سارا باشم این دیگه تو ماچه کردم این کارو تو رو اتفاق افتاده من نمیخوام من احترام میذارم به دوست دخترم این کارو نمیکنم یعنی من میدونم مثلا دوست دختر عادی من دوست دختر عادی دارم که مثلا خواهرمه واقعا مثلا میتونیم با هم دیگه مثلا 10 سال تو جزیره بخواهم. باشیم هیچ اتفاقی هم نیفته ولی من به خاطر احترام به دوست نمیام مثلا این رو بکنم مثلا جمعا دختر رو بزنم وسط دوست دخترم بره اون بره خوبه منم نه من یه دوست سارا اومد بعد دوست دخترم توی آپارتمان بودیم دوست دخترم طبقه 27 بود من پنتاس بودم اون هر شب پیش من میخوابی دوست دخترم سارا که اومد گفتم آقا او این که سارا از تو خونه خودت بخواب سارا تو تخت من پیش من یکم یه, یه جوریه میفهمم ولی آره. بعد سارا صبح زنگ میزد به شوهرش فیس تایم اینو داشته باش باز اونم یه جوریه که بغل تو آره زنگ زدم گفت به شهاب بگو سلام شعب سلام شهاب تا اینطوری واسه بگید روز اول بهشون هم به اون گفتم هم به النا آره یا اصلا بگید آقا روز اول بگید من سگ غیرتی ام من ببینم پسر نگات میکنه با چک میزنم پسر رو خب دختره اگه بمونه تو رابطه میگه اوکی شخصیت میگه با این شخصیتت ولی به نظر من انقدر تاکسیک نباشید این شد کامیکیشن دومین اگه کسی واقعا میخواد چیزی یاد بگیره کمکی میتونیم ما بهش بکنیم ما هستیم میتونیم به قول معروف ساین اپ بکنین دقیقاً منو که از اینستاگرام تلگرام هر جا بزنین که چی از کجا باید پیدا کنم من ببینن نور از کدوم سمت میاد <تصفح> به اون سمت صدا کنن منو من امروز رو. من از این فرصت استفاده کردم و همین لابی من مرسی <تصفح> که وقتت گوشی باسه من مرسی از شما بباشیم و سر پادکستتون سیگار کشیدیم نه میدم دارم همه رو خیلی, خیلی سیگار خونه. بعد بچا نکشید واقعا من دیگه آخراشه واقعا دارم میکشمش میفهمم خودم برو بریم دمتون گرم چاکس